قیصر فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی یکی از مهمترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایرانه. توی فیلم ستاره‌هایی مثل بهروز وثوقی، ناصر ملک مطیعی و پوری بنایی نقش ایفا می‌کنند. فیلم داستان انتقام قیصر از افرادیه که توی ماجرای تجاوز و مرگ خواهرش نقش داشتن. هر کدوم از اعضای این خانواده به نحوی قربانی این جنایت میشن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا می‌کنیم. نگاه نکن حالا یه پوست و استخون شدم. تو هر زورخونه میرفتم واسه هم زنگ میزدن. میشد دو روز کشتی میگرفتم. با این احوال هیچ وقت دست به چاقو نبردم. نامردها باید از بازوی آدم بترسن، نه از چاقو. چاقو رو دست بچم که بدی دستشو میوره. آجو رو از تو دیوار میکشیدم بیرون. اما حالا چی؟ چشم آب آورده، پاهم میلرزه. خیال میکنی به من چی میگذره؟ دلم داره کنده میشه. این جیگرم واسه فاتی داره آتش میگیره. الله چی کار میتونم بکنم؟ واسه پهلوان مرگ. تو قسم خورده بودی فرمون. چاقو رو بده منو صلوات بفرست. نمیخوام بگم خواهرزادت نامرده، دست خالی میرم. رضا به خواهر دوستش مینو علاقه داره، اما پدر مینو پسر دیگه ای رو برای دخترش در نظر گرفته. مینو بعد از اعتراض جوان دیگه ای به اسم هوشنگ رو به عنوان نامزدش معرفی میکنه. هوشنگ به رضا کمک میکنه که بر علاقه خودش پافشاری کنه تا پدر مینو رو راضی کنه. بخشایی از فیلم محصل رو با هم تماشا میکنیم. جا بود برام خونده بودیم؟ از هر کجای چشمه که او باش بنوشند آبها زهراگین است. از کتاب چنین گفت زردوشت. تو هیچ به برادرت نرفتیم. اون ذکاوت تو رو نداره. شاید اینجوری راحت تر باشه. چرا این حرف زدی دخترم؟ همینطوری. اون وقتا خیلی با هم صحبت میکردیم. اما حالا دیگه حوصله ندارم. بگو ببینم دخترم، تو جنگل چی شده بود؟ چرا بچه های شیرین ملوک نرفت هستن؟ هیچی، تو جنگل گم شده بودیم. فقط واسه همین ناراحتن؟ اینو چیزای دیگه. اینو سیزایی دیگه. میدونی حافظ چی میگه؟ چی میگه؟ نیست امید صلاحی ز فساد حافظ. چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم؟ ای بابا جون خان بابا. نقاش ساختمان جوونی برای کار به خونه ی ارباب دیوانه ای میره. زن نجیب و تنهای ارباب به تدریج به کارگر جوان نزدیک میشه. ارباب کارگر رو به قتل میرسونه و زن هم از شوهرش انتقام میگیره. بخشایی از فیلم نفرین رو با هم تماشا میکنیم. به خدا کلید دارم. من کلید دارم. کلید دارم. پنجا تا بطه گوجه فرنگی ساجا هزار تومن محصول میده. من نقشه همه چیز کشیدم. دست از رنگ و بنایی بردار. پولدار میشیم. گوجه های به این درشتی، خیار، سبزی. همین الان برو از شهر بزن. یه مزرعه را میندازیم که نگو. مردم اینجا بلد نیستن چی کار کنن. بیچاره ها آخر سال که خرمه بر میدارن میبینن ضرر کردن. بدهکارن. خرمای پول، کرمو. هر سال منتظر میشینن به امید سال دیگه. اما خبر ندارن که زیر هر نخلی چای نفت خوابیده. نخلا ریششون تو نفته. باید چا بزنن اما گرفتن نشستن از تنبلی. اونا باید مثل ما از زمین پول در بیارن. همش نخل، حیف زمین. زمین؟ برای این نقشات باید دو ماه قبل زمین شخ میزدی، کرت میبستی، کوت میدادی. من حساب همه چی دستمه. فاصله مزرعه تا بازار، رقابت، ساخت و پاخت با میدون دارا. ما از زراعت سررشته ندارم. خیلی خوب، خیلی خوب.
به کارم برسان. خب خب عصبانی نشو. ببین ببین اگه رفتی شهر برای من یه بوت عرق بیار. فقط یه بوت. تا آوردی پولشو بگیر. بهت انعام میدم. بریم بیرون. به خدا بهت انعام میدم. از اتاق من برو بیرون. دولای در شل شده. اگه هل بده میشکنه. بده پشتش تخته بکوبن. توی فیلم بی‌حجاب مسلم با بازی ایرج قادری و پدرش زیا با بازی جمشید مشایخی دو قاچاقچی بدنامن. زیا به مکه میره، توبه میکنه و پسرش رو هم از این راه منع میکنه. مسلم که با رقاصی به اسم کلثوم رفت آمد داره و از طرفی با سارا دختر یک کشیش هم دوسته، بعد از مخالفت والدینش از خونه فرار میکنه. بخشهایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. کجا با این عجله؟ یه لقه واسه کارت دارم آجی، راست راستی کارت دارم، وای سواجی به سر یه دفعه دیگه سر راه من صحف داشی یا یه کلمه دیگه حرف پرت فرد شفام زبونتا میکشم برو. من فقط میخواستم بگم میدونم پسرت کجاست، میدونم کجا رفته. مطمئن باش اگه الان به پلیس خبر بدم قبل از اینکه تو بهش برسی و بخوای فراریش بدی میگیرنش. نمیدونم، شاید هم تو اصلا ندونی مسلم کجاست، ولی من خیال کردم اگه بدونی من میدونم بعدت نمیاد اون خود حسابایی رو که گفتم تصفیه کنی. ها مسلم کجاست؟ فقط جای اونو به من نشون بده. حشمت کارخونه همسرش رو که بیماری قلبی داره اداره میکنه و از تصمیم همسرش که بعد از مرگ اموالش به خواهرش فرشته برسه ناراحته. حشمت قصد داره به فرشته هتک حرمت کنه و در نهایت اونو از میون برداره، اما در نهایت متنبه شده و قصد خودکشی داره. بخشایی از فیلم آسمون بی ستاره رو با هم تماشا میکنیم. حشمت‌الله خان ببخشین امروز رفتیم بیمارستان.
نه، یعنی وقت نکردم که برم. معلوم نیست خواهرم چند وقت باید بستری باشه؟ متوجه نشدین چی پرسیدم؟ چرا؟ ممکنه دو سه روز دیگه بیاد. متشکرم، شب بخیر.